زندگی و رانندگی تو تصمیم گیری‌هاشون نقش مهمی داره. خب بزنیم اینا کیان چی میخواد؟ آقا جان من جلوی بانکم مسکن. یعنی خدا شاده اینقدر از بیمارستان بقیت الله تهران تا بهترین دکترها، یعنی هر کاری از دستمون بر اومده تو الان براش انجام دادی. برای این بیماری افغانستان، آنگولو، آمریکا، ایران همه یکی هم. من درست و دکترش هم همینه. فرق نمه همه جو یکی، چیز که درمان نداره دیگه. اما اینا رو که میگم کاملا رعایت کنه. خب ببینید از همین امشب ماش تو رژیم غذایی زیاد باشه. ماش هست، سیاه دانه با عسل قاطی بشه یه قاشق، اینا رو انجام بده تا انشالله کمی تماس بگیر که اون دارو هست. داروش هم اگر محبت کنید که خب بیا جلو، ما داخل ماه پژ و سفید هستیم. الان بیشتر درگیر استخوانی داره، بعد اون قدرت لنفاوی هم که برداشته شده تقریبا از 11 تا 8 تاش. حالا استخوان خیلی یعنی با این پودر سخته که اینجا. آره باید میدونم با پودر چیز بشه، اما مگر اینکه حالا ما انشالله بتونیم از آمپول حالا اگه مجوز ایناش گرفته شد استفاده بشه. حالا مجوزش میخواییم بگیم آمپولش دیگه. بله خب اون آمپول اون وقت به نظر شما تاثیرش داره؟ اون 100% اون رو اصلا به همه رو درمان میکنه. من تا اون میگم به وقتی هم که خبرش میسن بوم میتره. بله سرطان ریه داره، این همون سیتی شده باشه خب خیلی چیزه معلوم میشه. خواهش کردم سن پنجشنبه انشالله جلن دار آمده. این مادر سرطان سینه داشت تخوب شده اصلا. آها قزوی چیزه چهارسنتی قزوی داروی شما دست. بله منطقه بعد از اون دیگه حالا صد نفر فرستاده سرمون. این اولادی اصاب بره حاملانی یه جن که تمام به دسته لید. میشه یه بطره؟ بره یه رو بجوشه، یه رو بجوشه الکلش میفره. یه خونه بجوشه؟ یه خونه بجوشه کم نمیتونه همشون بزید باشه. آره الکل داره دمش سامد. بله بله کاملا. ببینید که کار ما یه جوری هست که شما مثلا به نظرم اوکی ترین حالتش اینه که مریضی که هیچ درمانی صورت نگرفته به اصطلاح بیان پیش ما، چون دارومونم سیف خوراکی هست. البته اون قسمت خوراکیشو وگرنه اون تزریقیشو که اجازه نداریم استفاده کنیم. سرطان های معده و اینا یا کبد، رحم و نمیدونم تخمدان اینا در عرض شاید مثلا بشه 20 روزه کاملا درمان کرد. به این صورت کاملا من ما مدارک علمی دارم این حرفو میزنم. بله 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 بابا
جان والیبال یکی دو تا فقط بسه؟ سلام سلام تشریف بیار قربان شما کجا هستید؟ میاش مامان بگو مهمون داره آیه تقدیقان خدا کنه آدم مریض نشه وقتی مریض شد به هر جای دست میزنه که نجات پیدا بکنه یعنی اگر یادی شما این تلفنتون نبود الان من اینجا نبودم که من نمیتونستم پیداتون بکنم چجوری پیداتون بکنم این جواب این سی تی اسکن هستش مریض کیه؟ همسرم کماندان عسکری بود درست خب متاسازی که کبده درسته؟ بله داختش زمین الان رو دوشک بلند نمیشه خیلی من زرد شده بدنش خیلی شدید زرده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بله این خیلی سریع روش کرده 45 روزه یه دونه شده 9 تا پنجشنبه بهتون دارو میدم که میشه 20 و میشه 30 30 ما دیگه آخر برد انشاءالله شو اینو میخوره 17-18 روز بعد از چیز شما میرید دقیقاً تو همین آزمایشگاه یه سونوگرافی میگید سونوگرافی ببین حتی قبل از اینکه اینجا بیارید خودتون تشخیص بدید لازم نیست من بگم ببین تومور ابعادش اینجا برای شما زده خب اونجا انشالله خواهید دید که هیچ توموری نیستش توکل بکن نه اصلا من مطلقا از کسی یه ریا پولیم با خدا قسم شما اول نفر نیستی که من تحت هیچ شرایط یک ریال اصلا صحبت شدم اصلا صحبت بکنم حتی ناره اصلا صحبت شدم دستتون دارم خواهش خانم تشکر خواهش میکنم ما دکون باز نکردیم که انشاءالله یک خدمتی بتونیم به سلامتی به خودت و خانواده سلامت باش زنده باشید ممنونم آقای تقدیقان بگم من تو این سن سال 59 سالمه ولی هر کسی زنگ میزنه حال همسر رو میپرسه گریه میکنه بغزگره رو میگیره چون شریک زندگیم دارم از دست انشاءالله که اینجور نمیشه من این که این کار هست اینو من میدونم و خدا هیچ شکی در این مال یعنی به این دارو بیشتر از اینکه شما ها رو میبینم اعتماد دارم این همون گیاهی که ازش داره درست میکنی؟ آره حالا اسم این گیاهی چیه؟ اسم این گیاهه؟ همون عمرو به خاطر اسم این گیاه گذشت فعلا به صورت یک سر دیگه تا یه مرحله خطرها یا الان اینا اصلا هر کی در اختیار هر کی قرار بگیری مشکل نداره واسه میدیم مریضا مشکل نداریم محال کسی بتونه فرمونش در بیاره ولی تو یه مراحلی خطرناک وقتی که تصویر مجازی باشه همیشه کیو معرفی میشه درسته؟ بله ببین من به شما گفتم که قبلانم بهت گفتم آینه محدب و عدسی مقعر کلن تصویر مجازی مستقیم کوچیک‌تر از چی؟ درسته؟ الو؟ من نمیتونم اینا مثلا بدم دست یه نفر که خودم بالا سرش نباشم. بله. توجه فرمودید. باید یا یه امکانی اگه این چنین هست من بیام، اگه غیر این اصلا نیام. یا من باید خودم بالا سر یعنی فقط اونجا به اون ناظر باشم، اونایی که دست به سیاسی فیلم فقط دارو رو میدم، تزریق میکنم در لاین سلولی و وای میستم اونجا. و سلام. من خدمت ببین چنین چیزی باید اگه امکانش باشه بیام مورد دومم حالا من یه سوال از شما دارم
الان از زندگی نامه من کلا یه مستند داره تهیه میشه، از تمام کارام، رفت آمدام، کارهای علمی و غیر و ذالک. امکانش هست این گروه با من بیان اونجا، مشکل خاصی نداره، اگه بیان خیلی عالیه. نه ملاقات، نه کار. آقای تکتیقان چرا اینقدر اصرار دارین که این جلسات ضبط بشه؟ واقعیتش اینه که من توی اواخر متوجه شدم هر جا میرم هر کسی با یک حیله خاص خودش، با یک نوع شیادی ویژه واقعا و خیلی خیلی پیچیده میخوان به نوعی تصاحب کنن این پروژه رو. بنابراین که پیشنهاد شما با توجه به اینکه هیچ کس نمیتونه، یعنی یک سندی در واقع بر حقانیت منه که من این کار رو انجام دادم، چون ثبت میشه واقعا میمونه دیگه. تا الان به چند نفر از این دارو دادی؟ بکنم بیشتر از 45-60 نفر. آه استفاده کردن و جواب گرفتن اکثرن؟ اکثرن جواب گرفت. میدونید آقای تکتان، چون من بالاخره یه سرمایه رو تو این زمینه باید قرار بدم و برای من اهمیت داره، باید از ریز موضوع با خبر باشم که شما چه کاری رو میخواین انجام بدین. از راه شیمیایی به این قضیه پی بردی شما یا از سمت داروهای گیاهی به این موضوع؟ من جسارتاً نمیخوام زیاد در مورد دارو توضیح بدم، جسارتاً نه، ولی میگم هر نوع چیزی که شما برای راستی آزمایش بخواید من در خدمت شما باش. آقای تکتیقان، دوستان شما به من گفتن که من دارو رو باید بیارم بذارم تو گاو صندوق شما، بعد از اون ور دارم، این اصلا معنی نداره. من از آبی بیام این شمال تهران اینجا این دارو بگیم. دوباره ما تو جلسه ای که با همکارای خودمون داشتیم قرار بر این شد که شما دارو رو بیارین بذارین اینجا در اختیار ما باشه، بعد اینجا استفاده بشه، بعد از اینکه تست نهایی شد و جواب گرفتیم با شما وارد مرحله قرارداد بشه. اگه این داروی ما با توی مدت طوری شد برای سر شما که من چه طوری میخواد بشه؟ این همه دارو این برمارستش رو چه مشکل میخواد پیش بیاد؟ شما چه تضمینی از ما میخواید؟ تضمین به گونه ای باشه که در حضور مثلا در یک مرجع قانونی در یک محضری ثبت بشه، ما این قرارداد رو بستیم، وکیل بیاد به تفاهم برسیم. زیر نظر شما تست میتونیم بیاریم؟ بله. سلام علیکم. ممنونم. زنده باشید. خانم زنگ زده بود از قزوین، خب من قند دارم، بعد بهش گفته بود چیز بخوره. خب گفت میخورم بالا میارم، میخواست با خودت صحبت کنه. گفتم دستش فرمه، گفتم دو سه ساعت دیگه زنگ بزن. رایونامی نمیره. الان دو سه روزه نمیشه پاهاش حس نداره. اینقدر این ورم میده اذیتش میکنه، حس از پاهاش هم گرفته. اگه آسیب بود 100% با این آلبومی خوب میشه. خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر قارتی که یکی از پزشکان معروف بیمارستان پارس بودن، ایشون منو صدا کردن توی اتاق بعد از اینکه ماینی خانومم هم همسرم کرد. آقایون ایشون از نظر شیمی درمانی ما به شما قول نمیدیم که ایشون خوب بشن. انگار یه کسی آبجوش ریخته رو سر من. من به همسرم نگفتم به خاطر روحیاتش، ولی به دختر بزرگم گفتم، گفتم به بقیه بچه ها نگو این حرفو. به امید خدا، اول خدا دوم دکتر، که همسر منم خوب بشه و که سر خون و زندگیمون، یعنی چراغ خوده منم خاموش نشه. دست
کلسیفیکیشن اولش زرد نبود، بعد از یک هفته زردیش خون کبد درگیر شده دیگه، وقتی کبد درگیر نباشه زردی نداره. آی دکتر این هم داره این چهل روزا میترک اصلا میدم تغییر نکن، هیچ تغییر نداره. دیشب اون سرما رو در یه ذره اینجا نرم شده. سر چشمات نگاه باز کن آبی زرد دیگه این کبد در ببین اینقدر خارونه تمام زخم شده ابن آقا، این کبد درگیره به خاطر اونه. با امید خدا این دارو که آوردم رو میخورید به لطف خدا، من یعنی شاید 10 روز بعد دوباره دیگه شما این رنگ رو این نید. این اصل داروه، از این یه قاشق صبح یه دونه شب، همین الان یه قاشق بخوره برای شباش و اون یکم فردا ناشتا میخوره دیگه. آب کم باشه دیگه. آب هر چقدر خودش دلش با، یعنی آب اصلا چیزی نداره که زیاد باشه یا کم. ببین آسمانو الانم آینه بیار چشمات نگاه کن خب، یه 3-4 روز مثلا یه هفته بعدم نگاه کن. آی دکتر من اعتقاد دارم شما، من اعتقاد دارم. ما اعتقادمون به اینه شاید اگه معجزه‌ای قرار خدا به ما نشون بده، شما وسیله اون معجزه هست. دکتر شرایط چطور رو خبر خود دکتر؟ شرایطش راستش اندستیج این. بله. آقا حسینی جان، والا من اونجا اینقدر ناراحت شدم یادم رفت یه سفارش که واجبه حتما باید انجام بده اونو بگم. شما محبت کنید همین الان برید از این لوازم به اصطلاح الکترونیکی میفروشن، از این سیمای لحیم هست قل انونا. آفرین، سیم لحیم رو تاب بده دور خودش به صورت یه سکه مانند در بیار بذار رو ناحیه شکمش. این الان در شرایطی که یعنی کبد و معده و روده کمپله تومورن، این الان این وضع داره. اگه زودتر می آمد بهتر بود؟ زود میگه 5 روز قبل که رفتیم خامخاری کجا، اگه اون موقع می آمد الان کاملا خوب بود، ولی با همینم من امیدوارم. امروز خب چهارشنبه است، 29 دیگه. بله. ما اگه عمری باقی بود یه 2 هفته بعدم میایم اینجا ببین آیا این همون آدمه یا نه. یه کمی احساس کنم رفتی تو فکر، یعنی حس خب من ناراحت میشم، یعنی خودم میذارم جای اون دیگه، خودتو بذار جای اون، دردی که ول نمیکنه قد نمیشه، نمیتونه جا تکون بخوره، خیلی سخته، واقعا سخته، خیلی ناراحت میگم باغ میباری باید فرض کنی که برای دشمنت. یعنی چی؟ یعنی غلبه همش کن. دشمنته؟ نه اینجوری حالا یه ضرب المثل دیگه، منظور اینه که نباید بگه دلم نمیاد اینو بزنم اونو بزنم، باید بزنی بزنی. روزایی که عصبی میشی فکر کنم شاخه زیادی اضافه زیاد میبینی تو این باغ. داره دقیقا همینطوره. ببین اینا الان پسته ساله دارم، اینا که زده ها متوجه شدی؟
از روی این تو میتونی بفهم کدومش بار داره کدومش نداره. زمین باید وسطه درخت کلا تخلیه کنی که تهویه هوا عالی باشه، آفت کم باشه، رطوبت کم باشه، آفتش کم میشه، بعد چیدنش راحت تر و مهمتر از همه بار. اینا باید بار زیاد میانن و پس تو خاله دیگه توشون پیدا نمیشه. واه واه روز نامید خیلی خوش آمدی. بفهم بچه ها بقیه علی کی دفاع کرده؟ والا من یه عده معدودی رو که باهاشون در تماس بودم اصلا میدونم آقای کریمپور دفاع کرده. خودت چی؟ خودم کار شما که تمام بشه شنبه یک شنبه هفته بعدش دفاع کنم. یه قانون توی همه این پایان‌نامه‌ها هست اینه که برای هر جمله‌ای که میگی باید یه دونه رفرنس بیاری. درست. برای اینکه مثلا بگی که داروی من تونست این بیماری‌ها رو مداوا کنه این کافی نیست، باید یه استناد داکیومنتی بیاری که من نظرم اینه که هم عکس‌ها رو نشون بدی خودش کافی و جامع. این پایان‌نامه در مورد چیه؟ هم سرطان دارو خودم، GMTN اسمش. از کجای این اسمش؟ اول آخر اسم کوچیک بزرگ خودم. GM قاسم تک دهقان. GM قاسم اول آخر اسم خودم تک TN تک دهقان. اون زمان اول گذاشته بودم GMTN، دیگه اون زمان پایان‌نامه مال یه سال پیشه. ولی الان اگه واقعا بخوام اسم انتخاب کنم به نظرم فجر یک خیلی جالب تره. دقیقا 11 سال دنبال این کار بودم با استفاده از هر چیزی که به نظرم میرسید یه دارویی رو تهیه میکردم میبردم با یه مکافات تو مراکز کشت سلولی تست میزدیم جواب منفی بود. ولی بالاخره چیز شدم به آیه از قرآن، یه آیه خیلی کوچولو. تو اون آیه کلمه بود من اونو دیدم دیگه به صورت زنجیر تا از یعنی از اول تا آخر فهمیدم باید چیکار کنم. یه حال الان نمیتونم به طور کامل برای کسی بگم واقعا. خب اینجا خب چند تا دارو آوردی، مهمترینشون هم هرسپتینه که خب یه داروی خیلی معروف و سرطانیه دیگه. مقایسهش هم با GMTN نشون میده که GMTN خیلی بهتر از این دارو عمل کرده و عوارض جانبیش هم کاملا صفر بوده. فکر میکنی پایان‌نامه‌تون چند میگیری؟ اگه خب واقعی باشه یعنی حق به حقدار برسه خب تکمیل آخرین نمره باید بگیر. ولی قاعده اینجوری نیست. قاعده اینه ببینید مثلا آرنیوس یه نفری بود یه پایه بزرگی رو در شیمی گذاشت، این بدبخت دو سال پایان‌نامه‌اش دووندن دو سال آخر سر با پایین‌ترین نمره قبولش چون این هر جلوتر از زمان بود. این جلوتر از زمان رو کی بهتون مشخص میکنه که جلوتر از زمانی؟ خودت فقط میفهمی. یه ذره بذار چند متر خواست زمانی برو فهمه سنزن اینو تو ریخت یا آبا، آره. بیشتره بیکم زیاد بریزی بزن خوبه، من باید چه میکنم بازی قاشق اسپاکول بریز به هر کدوم تیمی آزمان شما کیفیه، کمی نیست، مقادیر رو وزنم نکردید مشکل نداره. آره بابا بریز. به نظر من یکی از موارد فکری بسیار بسیار مهم، من به اون یکی گروه هم گفتم که پیدا کردن راهی برای چی؟ زنگ نزدن آهن. بابا قربونت برم. خوش خبر باشی ان شاء الله. بابا اینو آوردم خدمتتون. بله. دستین جدیدی که آوردم خدمتتون. اینو کی گرفتی؟ این الان دو روزه گرفتم. خیلی خوب. سی تی اسکن قبلی مینه. که اینجا من 6 جلسه شیمی درمانی کردیم و دکتر گفته که پیشرفت هم داشته است. یعنی بهتر نشده که هیچ پیشرفت هم داشته است. به هیپوکو درون کبد دیده میشه که مطرح کننده زایات متاستازی که. درسته؟ میبینی خودت این خوشبختانه فارسی نوشته. الان نداریم اینجا دیگه زایای متاستازی. بیا زایای متاستازی در کبد دیده نمیشود. غیر از نودول کوچیک 8 میلیمتری در قله کبد نسبت به رسی آبا ما گذاشته اینم کوچیک‌تر. شما الان دو سری خورید دارو من؟ دو سری بله. دو سری خورید؟ نه سه سری. سه سری. سه سری الان تمام شده. آره. سه سری الان یعنی میشه گفت درصد بخوام بهت بزنم میشه گفت 98 درصد مشکل حل شده. سخت بود برای من باورش. طوری که اصلا به سونوگرافی شک کردم.
گفتم که اصلا موندم متر. رفتم به خانم دکتر و گفتم خانم دکتر این واقعا، گفت آقا چرا اینقدر نگرانی، شک نکن. دوباره خانم اومد سونوگرافی کرد، خودشم شک کرد، دوباره سونوگرافی کرد، گفت ببین تمام گسترو این از بین رفته، پانکراس مثلا خیلی ما میترسیدیم از بین رفته، کیسه صفرا مثلا از بین رفته، وضعیتش خوب شده. اصلا چهرهش سرخ شد، از حالت سفید پوست چهرهش از واسه زردی اینا به سرخی دیگه میزد، سرخ شده بود، بدنش خوب شده. الان فقط این شیمی درمانی آخری که کردیم اون، من به شما گفتم، گفتم یا صلاح بدان شیمی درمانی نکن، این شیمی درمانی آخر خیلی وضعیتش خوب شده. اونو من نه به شما، به هیچ کس نمیتونم بگم آقا نرو، متوجه یا اصلا نه اخلاقا نه قانون نه هیچی، شما خودتون باید تصمیم بگیرید. خیلی مظلومت بیتون ممنونم، دست شما درد نکنه. آقا خیلی ممنونم. شما رو برای ما وظیفه. این واسه تو کنم، این برای تو که اینو میخوای چیز کنه، این برای من باشم. آخه دست نباید بهش بخورم، دست نباید. تو ماشکی تو میذاری میگه بس دیگه بسه همون دیگه خوبه، بلش کن. خیلی خوب، این کافی کامیل مرای آمپول نه اینکه برای بیولوژی که من بس دیگه برای یه ببین این شعله مال منه، به همین خاطر اگه هم نگاه کنی اینجا رو سوزونده، چون همیشه اینجا دمکش هست و حرارت مدام میخوره، این چوب سوخته. ببین لحظه اینجا یکی دو بارم نگاه کنید، اینجا این اسید سولفوریک ریخت به این صورت شد، چند بار هم اینا هم لباسام به کرات دیگه، چون متاسفانه زیاد بدنم هم استشمام کردم اسید و مواد شیمیایی و بدنم ریختن، دوچار یک نوع آلرژی شدم، یعنی سیتریزین رو نخوره مدام صورتم میخوره، شوشای قرمزی میزنه و میخوره. تازه همیشه هم عقبم، یعنی نم واقعا جوابگو نیستم، نمیتونم. بالاخره متقاضی خیلی زیاد، یعنی خب ساختنش زمان بره و خب دقیق و حساسه، بنابراین یعنی کار یه نفر نیست. تازه یه شرکت خیلی قدر، واقعا اگه این اطلاع رسانش درست باشه، یه شرکت های قولی میخوان که اینا به همه بتونن برسونن. بابا منو چند سال خوب دارو کار میکنه، هی میگه ثبت میکنم ثبت میکنم، هنوز ثبت نشده، نمیتونه انگار. بابا همش میگه بعد از دیگه این سختی تمام میشه، بلا همشهش میگم، من همیشه میرم آیه نگاه میکنم این من راست بسر. این آیه چیه؟ که بعد از هر سختی آسش قرار دادیم، همشه هم گوید کیه پس این آسایش. همه دوستان خب یه جوری مشهور بشن دیگه، بخاطر این مثلا چش دیدن مثلا یکی رو که خیلی موفقه رو ندارن، یا میخوان یه جور ازش سوء استفاده کنن، یا یکی مثل اون بشن، خاطر همون خب خیلی بابا میتونه دشمن داشته باشه که مثلا یه خطری براش ایجاد باشه. خب منم دیدم خیلی شخصیت مهم کشته شدن، باید به این فکر میکنم که مثلا بابای من هم اینطوریه. منشأ گیاهی داره؟ بله بله، منشأ گیاهی داره، منتها به ماده شیمیایی تبدیل میشه.
ماده رو کجا استخراج کردن؟ ما از اونجایی که این کار خب فوق العاده سیکرت و با اهمیت بوده، من یه آزمایشگاه خصوصی کوچیکی دارم، چون همه کارام که خودم انجام میدم دیگه. من جاهای مختلفی که مراکز تحقیقاتی کشورم خیلی مدعی هستن اتفاقا رفتم، دقیقا همین موضوع مشکل ما این بود که اونا من گفتم باید از صفر تا صد بگی چیه، چطوری تولید میشه فلان، من گفتم بدون امضا قرارداد کدوم انسانی میاد؟ اینجوری بوده تا با اون جایی که درست حسابیان هستن که اون قرارداد برای شما امضا میکنن، توافقنامه محرمانه که اطلاعاتی که داده میشه محرمانه است، اونا حق افشاشو ندارن. شما اونجا کمدی، من خودم اونجا کار میکنم، شما قبلش توافقنامه امضا میکنین، تفاهمنامه‌ای که محرمانه است، بعد اطلاعاتتون رو کامل هم نه همون اطلاعاتو میدیم بهشون، اگه اونا موافقت کردن که فکر میکنم شاید موافق باشم، به دلیل اینکه ما روی داروهای سرطان کار میکنیم، هم خودم اونجا یه نوع دارویی رو دارم دنبال میکنم، داروهای گیاهی هم کار میکنن، داروهای شیمیایی هم کار میکنن. چطور من مثلا اعتماد کنم به اینا؟ اعتماد من خودم اعتماد کردم دیگه، شما یه جا بالاخره باید بگی اعتماد کن. تکنولوژی داشتم تو آمریکا به ثبت رسید، تا امروز 150 میلیون دلار سرمایه گذاری شده روی داروی ما، الان داره به مریض تزریق میشه و بهترین جواب رو داده. بابت چی بود؟ برای سرطان خاصی به لحاظ ژن درمانی. شما باید به کارت ندار بده هم مسیر درستی انتخاب کنین، بالاخره یه جا اعتماد کنین و به یه شرکتی جایی چیزی و کار رو انجام بدین. شما چند سالتونه؟ من متولد 1345 هم دیگه، یک 1245 15 سال از من جوان تر. ماشاءالله شما بس خیلی بهتر از مایید. یه من زیاد واسه دنیا رو نمیخوره. قاسم تک دهقان. بله. دکترم دارین؟ دکتر داروسازی دارین؟ نه، ما مهندسی داروسازی رشته، من کارشناسی ارشد، من تا دکترا پذیرش دارم. حالا این خوبی این کتاب اینه که شما هر چه در طول تاریخ راجع به سرطان بوده به طور کلی اطلاعات توش هست. خیلی عالی. دست گلت در نکنم. قربونت برم. ممنونم. زنده باش ان شاء الله. حالا بیوگرافی خود منم داخل این هست. خیلی عالی. صحبتایی که کردن اگه درست باشه نتیجه گرفتن خب به نظر خیلی جالب میاد. ولی باید نتیجه ببینیم. حالا علاوه بر اینکه ما نتیجه کیشون رو میدن ببینیم، مثلا من خودم بدم نمیاد که مالا بدون این که بگن چی هست اون دارو، یه مقداری کمی بدن ما تست کنیم تو آزمایشگاه و ببینیم که حداقل روی سلول سرطانی همون جوابی که ایشون میگن میدن. چه به اشت میگن کرد؟ به نظر من آره، به جرأت میگم بالای 50 نفر مدعی مجلسه داشتیم، رفتم تنها کسی که از نظر من یعنی واقعا قبولش کردم، هم از نظر شخصیتی و هم از نظر علمی و همین که آدمی است که اون شخصیت انسانی رو داره که دنبال باز کردن یه گرهه. نه این به فوراً یعنی 40 دقیقه وقتی که خورده تا 40 دقیقه نیاد بیرون جذب شده. آها تا 40 دقیقه بیرون. آره. بعد شکمش کار میکنه یا نه؟ شکمش نه. حالا یه دفعه شروع کنه به کار کردن یه حجم عظیمی مدفوع میاد بیرون، این صورت بگیره دیگه انشالله خیلی عالیه. قربان شما، خواهش میکنم، خداحافظ شما، خداحافظ. خب آقای حسینی بود؟ آره. فکر میکنید داروتون چقدر تاثیر بذاره روی خانم حسینی؟ والا اگر مثلا مثل بقیه پیش میرفت روال، این باید تو یه هفته زردیش کم میشه و شکمی شروع میکرد به کار کردن موضوع عوض میشه. این همون پدر بزرگی خانم هم که بنده خدا سرطان معده داشت بود کرد 74 رو دیدار 20 سال از این عکس گذاشت. 20 سال از چی گذاشت؟ 20 سال عکس های عروسی میکرد. شما 20 سال ازدواج کردین؟ دقیقا 20 سال. من زیاد تغییر نکردم خودش تو 20 سال. شما نگاه کنی الان با 20 سال نخه اینجا یه جور بودی الان یه جور شدی متفقید شده یه جوری شده. این عکس های سربازی مشهده بیمارستان امام حسین، این اتاق عمل هم بیمارستانه.
یه دونه کیسه چیز 7 کیلویی بود. شکم یه نفر اومد بیرون. این ببین این زمان بابا کوچولو بودیم ما زورو بازی میکردیم. ما زورو میشدن این سوم ابتدایی بود. جلو من با کلاس تر از کافشنش معلومه. جلو من نشستم میدادم دستم. آیتک اگه یه روزی بفهمی که ثبت این اختراع داروی سرطان به خانوادت ضربه میزنه چیکار میکنی؟ مشکلی نداره. من اصلا یعنی برای این یعنی اینقدر شما ببینید یه دونه بنای تاریخی رو درست میکنه ممکنه توش 10 نفر بمیرن. بنای تاریخی یه کوچکترین پروژه که مثلا فرض کنید یک چه بدونم یه جاده یه پلی چیزی مثلا ممکنه واقعا 10 نفر بمیره. چه برسه که شما خود کاری بکنید که میلیون ها انسان از مرگ نجات پیدا کنن. من یعنی اینو به هیچ قیمتی عوض نمی‌کنم. خانم شما قبول می‌کنید که خانواده‌تون تهدید بشن ولی در این حال با این دارو یه عالم آدم سرطانی حالشون خوب بشه؟ مطمئن که خانواده من برام مهمه ولی خب خوب شدن مریضام خب خیلی ارزش داره. عقلا هم شما حساب کن یه نفر فرض کنه از بین بره به میلیون ها نجات پیدا کنه این عقلا هم درسته دیگه. اون کاتالیزر رو کجا گذاشتی؟ نمیدونم. خودت گرفت اون روز از من. این چیه؟ همون. خب اینا جسارت نمیشه نشون دادید. این پروسه چطوریه همین الان؟ این الان دیگه این همه مواد زدیم میذاریم اینجا. دما رو تو 62 اپتیموم دماست، بهترین دماست. دما 62 درجه ثابت میکنیم. در 2 روز اول این باید هر 4 ساعت یه بار بیاد خارج از ظرف، بیاد اینجا درش باز بشه. چون هیدروژنی که تولید شده بیاد بیرون. وگرنه اونجا بخوای باز کنی هیدروژن به شدت انفجاری هست. با شعله هم که هست، حالت انفجار بهش میاد. باید بیاریم بر دور از شعله باز کنی، دوباره بذاری. 6 روز باید ایدئال ترین شرایط. تو این دما سایان تو این 6 روز ما دیگه اگه دما بالا پایین بشه کیفیت کار مشکل پیدا کنه. بالا بشه که از یه حدی که اصلا کلا باید بریزی بیرون. شما 6 روز کنار همین گاز باید بایستیم؟ این چاره نداری واقعا. باید کار علمیه، باید دقیق انجام بشه. داروبر با خود آوردی؟ بشه داروبر ببینی؟ این استریل آماله تزریق هم میتونست توی داخل یه شیشه بیاریش؟ آره دیگه، اصلا درستش هم که داخل یک شیشه که خوب استریل پرچه حمل و نقلش راحته دیگه. این یه ذره کوچیکترین ضربه بهش بخوره تزریق میشه بیرون. ولی از این جهت که گفتم امنیتش بالاست بخاطر میزنم. امنیتش از چه لحاظ بالاست؟ امنیت چون ما این تجربه میگم سرقت داشتیم، بنابراین من نهایت احتیاط هم میکنم که احیانا یه اصلا یه شخص مشکوکی دیدش حتی شخص مشکوکی ببینم تمون جیبم پستانش رو فشار میدم که تزریق بشه. با وجودی که رفته بودن همون سازمان دارویی که قرار بود ما فیلم برداری کنیم میگن که هیچ وجه اجازه فیلم برداری اونجا نداریم. من گفتم که خب شرایط اصلا فرق کرده. دکتر تکتیخان به ما گفته که وجود دوربین مهمه چون که در واقع سند برای من دیگه نمیتونی فیلم برداری کنی.
اصلا این به هیچ وجه حرف من یه جایی مشکل داره چه اونجاها رو که مدرک نداره مشکل داره. البته نکته مهم اینه که اونا مدعی هستن که ما باید به اونا اعتماد کنیم. ما؟ آره. اعتماد کنیم چی بشه؟ از اونا در این جایگاه نیستن که همچه حرف بزن. دیدی یعنی چی؟ این بقیه مشکلات ما همینجوری شده دیگه. صحبت اینجاست که من باید اون رو اعتماد کنم یا اونا به من. چون میگم این آقا رو ما دو بار سه بار بیشتر که ندیدیم. خودش یه داروی مدعیه که اینجوری ساخته. درسته؟ خب. برای کسی که این کار هست داروی که صد برابر سرتر از داروی خودشه آدمیه که دستشم همه جا میرسه میتونه فردا برام بود. دیمه شما میگم این قیمتش میدونه چیه؟ 200 میلیارد دلار. یعنی بودجه 4 سال ایران بدی دسته کسی که اون کاره هست. کسی که تصویر برداری ساده رو رد میکنه اونم با موبایل. این خیلی زور داره. اصلا با آنجیر آدم من حرف نمیزنم واقعا. یعنی حیف سلام علیک بشه رد و بدل بشه. موبایل تو جیب همه هست. این حالا اینو میگفتن آقا مثلا یه دوربین فلان آرشون این موبایل یه چه معنایی داره؟ البته چون نگفتم با موبایل نگیریم. فقط مثلا اینجاست که ممکنه ما با موبایل بگیریم به دلیل اینکه اون صحبتایی که کردیم باهاشون احتمال دیگه موبایل هم نذارن در واقع بگیریم. این چیزی که بود نه میتونی ازش بپرسی نه با موبایل بگیریم. ایشون معتقده که 11 سال من جون کندم فرمولو اگه از دستم بره دیگه فرمول لازم نیست از دست بره. مثلا شما وقتی دارو رو حالا میده ما تست میکنیم ما چی میدونیم فرمول این چی هست؟ خب میگه که مهندسی معکوس میکنن دارو در آره اون برای بعضی هاشون ممکنه همچین اتفاقی بیفته. احتمال داره کسی بخواد بره اون راه رو حالا اینو بگیری ببره اونقدر آنالیز کنه ببینی چی هست و چی نیست و حالا سر در بیاره یا نیاره. یه امکانم هست. این امکانش هم من بارها و بارها شنیدم ولی خودم نگران هیچ وقت نبودم. ولی با این حال این عدم اعتمادی که شما فرمودین در همه هست. همین که شما گفتین ایشون اعتماد نمیکنه به شرکت، خب شرکت اعتماد نمیکنه به ایشون. ما نمیدونیم اصلا شما چی دارین. درست ما اصلا هیچ اطلاعی راجع به این کار شما نداریم و شما میایین از میخواین از شرکت استفاده کنین، از امکانات شرکت استفاده کنین، کاری انجام بدین، بعد فیلم برداری کنین. ما از کجا بدونیم شما از این فیلم سوء استفاده نخواهین کرد؟ ما از کجا اعتماد کنیم به این فیلم برداری؟ این فیلم برداری فردا یه مدرکی نشه بر علیه ما. هنوز هیچ کاری هم نکردیم. منم دوست ندارم که دست به دارویشون بزنم. فردا داروی رو به من میده، من میرم میگم نتیجه این شد، میگه شما اشتباه کردین، خراب کردین، اصلا داروی من استفاده نکردین، یه چیز دیگه استفاده کردین، حالا اونو برای خودتون نگه داشتین، حالا میخوان تجزیه تحلیل کنیم این داروی چیه، بعدم یه چیز دیگه استفاده کردین میگین حالا این اثر نداشت. عدم اطمینان از کجا میاد برای تو؟ انقدر همش نگرانی همش. ببینید من یه صبح زود رفته بودم تهران به امید این که دارم این کار رو میخوام رو مریضا یعنی قول و قرارها این بوده. رفتم دیدم نه تنها اون نیست که به شدیدترین وجه ممکن تهدید شدم. جونم تهدید شد، خانوادم تهدید شد و واقعا یعنی خدا شاهدن همین الان یادم میاره گریم میاد که من تک و تنها 10 شب در داخل دیت گرگ برای چی اومدم و چطور دارم برمیگردم. تو ماشین تا خونم گریه کردم. این بدترین روز زندگی من بود. من یک کار ادعایی دارم، حالا نمیگم حتما درسته، اصلا ادعا میکنم آقا من سم درست کردم. واقعا سمه. خب بیاد ببینن اگه سمه بگید آقا ما رو مسخره کرد، برو دنبال زندگی، دنبال کاره. مشکل اینجاست که اینها میفهمن واقعی هست
وقتی فهمیدم واقعی هست هیله ها شروع میشه. اگه کسی واقعا عقل و هوش داشته باشه، پول اصلا از این مال دنیا متعلق به دنیا. این باغ از پدرم به من رسیده، موقت مهمانم من، تازه باید دنبالش بکنم. مسلما من این داستان رو من به هیچ وجه تو خانواده‌ام نگفتم. من اگر میگفتم اونا خب بالاخره اون تحمل منو ندارن. بچه من 3 سال من زن و بچه باز خونه نیومدم بیرون. چرا بودم خواهد بگیم؟ شده بگی یکیش که باید اول اینجا خیلی مهمه، این انباری ما. آره یک باید اینجا بس بشه. خب این حالا کجاشه؟ و یه قسمت اونجا یه سری ما بریم کارگاه بس بشه. یه دونه اینجا نصبی، یه دونه حال، حتی یه دونه آشپز خونه. خود حال هم باید حتما داشته باشه. خود سیستم داخلش. یعنی یه پاشه رد شد میخوام اطلاع بدم. بالاترین چیز امنیتی رو باشه. بروزترین سیستم امنیتی رو براتون کار میکنم. میتونیم از این سنسور استفاده بکنیم. سیمی و بی سیمش هست. این یه سایه از روش رد میشه آلارم میده. اینا سیستمشون سیگنالیه. یه سیگنالی رو مثل خفاش هوا شکار میکنه همونجوری. یه موجی رو توی هوا میزنه، سیو میکنه. موج که شکسته بشه شروع میکنه به اعلام کردن به شما که یکی وارد محیطتون شده. یه دونه برای اون پنجره پیاده میکنه. چهار میخاش کن دیگه. خیالتون راحت. مثلا میشه این سیستمو دوبله نصب کرد. یعنی فرض کن برای هر براش چه بکاپ بذاری. اگه این کار نکرد آره. چرا نمیشه؟ این هم باشه میرم این که تننه یه اینو میاد دوتاش هم میاد باشه هم کنم خود دوست داری باشه همین؟ بیشتری این؟ آره خب دکتر شما میرید باشه باشه پس ما رفتیم دیگه در رابطه با اهمیت سرطان یک مختصر توضیح خدمت شما عرض کنم اینه که در کشورهای توسعه یافته دومین عامل مرگ و میره و فی الحال حدود 12% از جمعیت جهان به این بیماری مبتلان. در کشور ما هم سالانه طبق حال آمارهایی که وزارت بهداشت میده 30,000 نفر مرگ و میر داریم و بیش از 70,000 نفر هم به این تعداد زیاد میشه. غلظت های مختلفی از این دارو یعنی GMTN در محیط کشت رو به این سلول ها زیاد میکنیم. 48 ساعت بعد دقیقا شما اصلا سلول سالمی نمیبینید، در حالی که در الف نگاه کنید هنوز حالت مزایکه بودن سلول ها برقرار هست، ولی در تصاویر ب و ت میبینید که واقعا هیچ سلولی نمونده. اینا که شما الان میریزین روی سلول چند تا ماده است؟ 3 تاست. چیا هستش دقیقا؟ آنالیز ساختاریش با کوالیتی 85% به اصطلاح HPLC هایی که لایبرری دارن انجام دادیم، ولی هویتش چیه؟ البته توی پایان‌نامه قرارداد تو در مورد مکانیزم عمل که فکر می‌کنم نه چیزی ننوشته. من باید این دقیقاً اثبات بشه که مکانیزمش به چه صورتیه. مطالعات خودش یه پایان‌نامه جدا. یه سوال دیگه، تست‌های MTD چند بار تکرار کردی؟ 5 بار. میاندین گرفت؟ بله میاندین. اصلا افراد دیگه این کار رو نکردن؟ یا شبیه این کار نه دیگه من مشکل من هم میکنه اولین بار، همه چیزش اولین باره. یه بار دیگه نظر من با نظارت دکتر من بازنویسی بکنم. چشم. پیوستگی مطالب مهم نیست. حفظ نشده. بله اینا رو باید یکم روش کار بکنید. خب. ممنون. تشکر میکنم.
های دستت در نکنه. نمره چند میشه؟ 18.5 چه انتظار 20 بشن؟ آره من بیست... آخه معاله نباشه 20 نمیدم. چه؟ اطلاعات سیکرت، من نمیخوام اطلاعات ندادم که، من نمیخوام اطلاعات بدم به خاطر اینکه یه مقاله چاپ کنم، یه اطلاعات داره بدم، یه فلان مجله پاک چیز کنه. کارهای خیلی بزرگی حتی پتنت نمیکنه نبایل. سه بار رو حداقل علیک کنم. دکتر با شرایطی که تماس‌های تلفنی آقای حسینی در واقع هنوز دارو تأثیر نداشته، یک هفته از این اتفاق گذشته، فکر نمی‌کنی یه مقدار اون ادعای شما در مورد اینکه دارو میتونه تأثیر همه جانبه داشته باشه یه کمی نقصان پیدا کرده؟ خب اولا که شما از اون مشاهدات بالینی و گفته‌های یک شخص معمولی، حتی یک شخص متخصص هم نمیشه استناد کرد که واقعا چیزی شده یا نشد. با این حال باز الان نمیشه، بهتر یه هفته رو سر کنیم ببینیم خدا چه. خودتون نگران هستین؟ بله خیلی. این چند وقته چند بار تماس گرفتیم با اونا؟ 4-5 بار تماس گرفت. و فکر میکنین چه اتفاقی میافته؟ من فکر میکنم انشالله مثبت بشه. باور کنید این اولین کسی بوده که میگه اینجوری. در بدترین موارد نگه میداره. در بدترین موارد کسانی که مصرف کردن، همون تهران دوسته تستن که کلیه اینا مشکل دارن، تومور تو همون حالت میمونه، هیچ متاسازی هم به جای دیگه نداره. بدترین حالت بوده. این هم که میگم در مورد ایشون بهتره یه 7-8 روز بدتر. زنده باشی، شما به مادر ما فرقی نداریم. واقعا پسرمی آقای دکتر، قربونتون برم. از روزی که داروهای شما رو شروع کردن خوردن اصلا رنگشون باز باز شده. یه وقتایی من میگم چیزی شما به صورتت زدین، میگه نه به خدا هیچی، من یه کرم معمولی. نه ایشون الان خودش نگه کسی باور نمیکنه. به خدا رنگ روزشون باز شده. ولی کن اگه خدا رو نکردین دارو نبود، دکتر دیگه استاد ما هست. خواهش میکنم. میدونی که ایشون الان نکرده. اصلا نمیشه تصور، اصلا بهتر حرفشون از مش دکتر اتفاق میفته. بعد رفتیم پیش دکتر اشکی چند وقت پیش، دو سه هفته پیش. من نتونستم بهش بگم چیکار کنیم واسه بخوایم. یعنی به شاید اینم گفتم من جرئت نکردم بگم که داریم چیکار کردیم. یا باور نمیکنه یا دوباره چیزی میگه، حالا میگه نه بابا مسخره کرد. دکتر لشکری هم مش گفتش که گفت چی شده این حالش خوبه؟ مشکلی نداری؟ گفتش که نه خوبم. گفته که بعد دید رنگش خوبه و اینا، گفته که این جواب داده شیمی درمانی پس. آره جواب داده. گفتش که موهاش هم نریخته. گفتم دیگه نگفتم بهش. گفتم وایسم بدون ریزش مو درست میشه. هیچی نگفتم. حقیقتش این مسئله همون موقع برای من خیلی غیر قابل باور بود. این مسئله درمان سرطان متاسفانه در طول تاریخ مدعیان بسیار زیادی داشته. یه عده‌شون افرادی بودن که متوهم بودن. بعضیشون متاسفانه از این به قول معروف نمد کلاهی برای خودشون درست کرده بودن. من اون روزم شاید خاطرتون باشه خدمتتون عرض کردم توی همون آبجکت که من شما رو زیارت کردم، بدون رو درواسی هم با عرض معذرت بهتون گفتم، گفتم من حقیقت با دیدی اومدم اینجا که یکی از این دو مورد باشه این مسئله، یعنی یا توهمش باشه یا خدای نکرده بحث آنچنانی. همش دوست داشتیم که زودتر داروها خورده بشه که ما بریم یه اسکن کنیم ببینیم چیه جواب اسکن. روزی که رفتیم به اصطلاح دیگه دکترین رو نوشته رفتیم اسکن کردیم، اصلا یه حال عجیبی شده بودیم. بعد از اون طرف دیدم پسرم زنگ زد که اونم از اون طرف یه حالی که مامان من زنگ زدم با شاهین صحبت کردم، شاهین جان گفته اصلا عالیه خیلی خوبه، جیغ میزنه پای تلفن خوشحال خدا رو شکر الهی قربون دکتر دهقان برم ببین دکتر دهقان چه کار کرده. شاید بعد از 15 روز احساس کردم که سبک شدم.
احساس کردم میتونم از جام بلند شم، چون تا قبلا نمیتونستم از جام بلند شم، همش میخواستم بیفتم یا احتیاج به کمک داشتم یکی بلندم بکنه، ولی دیدم نه، میتونم بلند شم، میتونم برم تو آشپزخونه. یعنی دلم میخواد یه کاری انجام بدم برای مثلا زندگی، یه ظرفی بشورم، یه بشقابی بشورم، اینو میتونم دیگه، احتیاج به هیچ کس ندارم. خیلی حالم خوبه، همینقدر که میبینم میتونم راه برم. البته درد زیر دل و درد رو دارم، نه که ندارم، ولی نه به اون شدت ها، خیلی کمتر. خیلی به گفتم باید به زور بخورید. به خوردنش اجباریه. بیا من گرد به من بیدی میخورم. همین بیدی اینو بذارم اینجا اونو ببرم. چرا؟ من اصلا جمعه یه ذره رو باید بخوری دیگه، گفتم یه دارو این میوه نیست. بیا خوشت خوشت. عروسک قشنگم قرمز پوشیده، تو رخت خواب مخمن آبش خوابیده، یه روز مامان اونو خرید، بابا رفته بازار اونو برو خریده. نه مامان را مامان رفته خرید اون. بذار یه برو بخونم بابا. الو سلام آقای حسینی. من بود زنگ زدم که دیزه رو بیان ببرم، فردا خاک سپاریشه. بله. حالا تا فردا مشخص میشه که ببینیم که از فردا خط بگیریم یا دیگه. خب خدا بچه ها حفظ کنه، زنده باشید، خدا نگهدار. خدا حافظ. دکتر شاید یه هفته زودتر میومد، یه هفته این دارو رو میخورد، میچربید. علاقه دوتا دختر داشت بنده خدا. نیزی شما مثلا بشنوید یه همسایاتون مریض بوده فوت کرده، خوب بهتون اثر میکنه. اینجوری روزی صد نفر با من چیز میشن، هر کی یه جور مشکلات داره، یه جور التماس میکنه، یه جور چیکار. منم که کاری نمیتونم. به چی داری فکر میکنی؟ چجوری از این دارو خلاص بشید؟ حالا چجوری از یه به دریایی در افتادیم که پایانش نمیبینم اینجوری. هلی خواهرم چیز معده‌اش عمل کرده، اینا شیمی درمانی اینا میشه، شما میتونید داروی برای تجویز کنید؟ مالا حتی قبلا اون گیاهی را به چند نفر که داده بودیم حالشون هم خوب شده بود و فلان، یه الان اونم نمیدم واقعا. مثلا این خاطو کلا باید این گوشی رو چیز اصلا در بیارم بندازم بیرون، یه خط دیگه بگیرم. واقعا ما زندگیمون به هم خورد. حتی شده باید خونه رو عوض کنم، اینجا رو با خیلی بلدم میام.
این اتفاق خاطر مرگ خانم حسینیه؟ نه، من بالاخره دیگه میخوام اصلا میگم تکلیف این داستانو بیانی، میخوام داستانو ببندم. حالا یه موقع یک کم مجبورم ریسک کنم دیگه. واقعا میخوای این کارو بکنی؟ آره. به ما تا کی میخوام اینو تو پس رو نگه داریم؟ من میگم من هفته بعد چون میخوام تکلیفش رو روشن کنم. بذار حالا الان واقعا هفته حالا بعد خوبه. دوشنبه در خدمت شما باشیم، ببینیم خدا چی میخواد شاید. ان شاء الله ان شاء الله. بعد خودتون آقای دکتر بچه کجایید؟ من زاهدم. زاهدم. سیستان بلوچستان. آقای دکتر اسم داروتون چیه؟ من چون عرض کردم خدمتتون اهل سیستان هستم، اولین دارو رو سیستانا اسم گذاری کردم. خیلی قشنگ. یه تکنولوژی جدیدی هم دارم که حالا اون داروی هنوز شروع نکردیم، اونم سیستانین. خیلی عالی. آره، و یه دینمون رو به اون منطقه هم ادا کردیم. خیلی واقعا شما افکارت خیلی من نزدیک‌تره. شما دارتون اسم داره؟ من والا اسم داروی منم جی ام تی انه، که البته یکی از دوستامون گذاشته. من حالا زیاد من خودم دوست داشتم. نه، جی ام تی ان همون اسم کوچیک بزرگ خودمه. این اساس کار منه. 22 بیمار در آمریکا ایالت تگزاس، 22 تا که سرطانه پانکراس و پروستات و روده و عرض کنم ریه و سینه و همه داشته، اینا در مراحل آخری بودن که شانسی برای زندگی نداشتن. دارو آزمایش شده ببینن که سمیت داره یا نداره. بعد از اون متوجه شدن که دارو عوارض نداره. در 3 تا بیمارستان دارو میره روی مریض آزمایش میشه، 82% جواب میده. من 2 هفته دیگه توی ژاپن سخنرانی دارم راجع به همین تکنولوژی. من قبل از اینکه به منافع خودم نگاه کنم، من بیشتر اینم که این یه چیزی هست که به درد مردم میخوره، اون مهمتر برای من. حالا حتی اگر مثلا فرض کنم من 100% اینم از دست بدم، من همین که یه آپارتمان دارم و یه نونی تو سفره من، من قانعم. منم دقیقا همین افکار دارم. حالا این شما به هر حال به حقتون خواهید رسید، ولی من فرض رو بر این گذاشتم که اگر هیچی هم دست من نیاد، باد برای مردم هست. چرا قبول کردین این آزمایش رو دیگه انجام؟ من برای اینکه دیگران هم باید متوجه بشن، یعنی دیگران باور کنن. من که خب خودم وقتی که 2 سال دارم آزمایش میکنم مشکل ندارم. ما که نتونستیم مجوز بگیریم بیایم داخل، اگر تونستی یک شرایطی پیش اومد این دکمه رو باید بزنی. این دکمه یه چیزشه در واقع. شروع کن اون صحنه‌ای که قرار تست گرفته داروت فیلم برداری کنی برامون. برای خودت به نظرم سند مهمیه دیگه، بعد باید افقی بگیری دیگه. آره دقیقا این درسته؟ آره. اینا شما فرض رو بذاریم این که فردا که ما میریم جواب آزمایش رو از دکتر شیخ نجات بپرسیم، بگه دارو اوکی نشده، شما چه فکری میکنید؟ دو تا چیز احتمال هست دیگه. یک احتمال تقریبا قریب به صفر هست که ما خدایی نکرده توطئه باشه مثلا. یک احتمال چه دیگه تنها چیزی که بیمون همه که دارو چیزش ساختار شیمیاش عوض شده. دارو یعنی در واقع از بیس مشکل داشته.
خوب هست آقای دکتر، ببخشید بعد موقعی که مزاحم نیستم. میگم دکتر جان عصر نگاه کردید؟ آها آها خیلی خوب. البته فردا که انشالله دیگه دفرماسیون اینا هست دیگه، خودتون فردا که تشریف دارید حتی قبل رو سلولار نگاه کنید. میوه بگیریم بهتر ها. میوه بگیریم؟ آره میوه لرچه بهتر از شیرنی. شیرنی امروز دیگه از 48 ساعت ساعت 11 الان 5 چه 50 و 4 چرا تلفن رو جواب نمیدی؟ والا اینا همه مریضن دیگه، یکی دوتا هم نیستن که دارو میخوان دیگه، هم دارو نمیدیم که فعلا و تکلیفم روشن میشه. واقعا تصمیم تو گرفته دیگه دارو ندی؟ من واقعا دارو نمیدم، تازه من اگه بخوام دارو بدم که باید یه دونه روزی به صد نفر 200 تا تلفن که میشه به همه شدن همه دارو میخوان دیگه. بعضی هم احمق آنه، با 20 بار پشت در هم زنگ میزن. خب، بکنم ما 5:30 قرار بریم بالا، 5:40 هست. ببین بنده خدا زنگ میزن آخرسر چی بگم؟ تو رو خدا جواب بده، مریض من خیلی بد خواهم. داری به چه فکر میکنی؟ ها؟ حرفا شما اگه ایمان نشه چی؟ تا چنده؟ دیگه باید وقتش باش. یه چیزایی هست اینجا، عرض کنم که سلول کنترل اینجا 100% سلولا زندن. اونی که رقیق کرده بودیم مثلا فرض کن یه کمی اثر داشته روی سلول سرطان ریه، یه کم هم اثر داشته روی سینه، یه کم بیشتر روی معده. چیزی که تعجب آوره اینه که غلظت پنجش که باید بیشتر باشه بازم اثراتش مثلا حدود 20%. حالا این غلظت های پایین بود، غلظت های پایین زیاد روش نمیشه حساب کرد چون اثر آنچنان قوی نداشته. ولی بعد ما خوشبختانه حالا گفته بودیم غلظت رقیق نشدهش رو استفاده کنن، اون یه مقداری جواب بهتر داده. رقیق نشدهش روی ریه میبینیم که بیش از 40%، یه ذره بیش از 40% اثر کرده.
روی سینه خیلی بهتر جواب داده، تقریبا 80%، نزدیک به 80% اثر کرده. روی معده نزدیک به 90%، بالای 90% اثر کرده. حالا نکته مثبتی تو این وجود داره، اونم اینه که اون غلظت بالای بالا روی سرطان معده خوب اثر کرده. سینه متوسط، ریه خیلی زیاد نیست، درست؟ و این که متفاوت عمل کرده به نظر من مثبته، خوبه. ما الان متاسفانه سلول نرمال رو نداریم اینجا که بگیم روی نرمال هیچ اثری نکرده. اگر همین مقدار روی نرمال هیچ اثری نکنه روی گلوبول سفید، خوبه. روی نرمال 10 تا 15 دسته مرگم میره. تو امیدوار کننده است. من خودم هم از همینجا شروع کردم کارمو. بعد برمیگرده بین که خب حالا باید ببینیم توی اگر روند علمیشو بخوایم پیش بریم که دیگران از ما بپذیرن، ما بایستی ببریم روی مدل حیوانی. من خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه ماده‌ای تو طبیعت باشه که بیاد تمام سرطان‌ها رو درمان کنه بدون اینکه عوارض داشته باشه. ولی به نظر مثل یه معجزه میاد. دست گل نکنه ما بدون چای دارو شما رو یه روزی ما با هم ان شاءالله می‌خوریم. اگه شما از اول پیش ما بود دکتر این دارو رو تو بازار بود. چون ببینید ما الان مشکل ما اعتماده. حالا بازم پیشنهاد من اینه که شما انتخاب کنین با کجا میخواین کار کنین. باید برین بر اساس این دیتا رو انشالله که من برگردم اردیبهشت بتونیم یه آزمایش خیلی بهتر انجام بدیم، نتیجه از این بهتر بشه، شما با این نتیجه برین بگیم من اینو دارم. حالا میدونیم وقت یه سیگار بدنیم دیگه. باید مواظب خودت باشید، سیگار کشیدن میگن باعث سرطان میشه. نه من که اصلا بگیرم هم که خودم یافت دو ساعت خوب میکنم خودم و دیگران نمیتونم آمپول بزنم. دیدی که